دفتر الترارستانی مصطفی کاظمی نخست وزیر این کشور شامگاه روز گذشته شنبه با صدور بیانیه کوتاهی اعلام کرد که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در یک سفر رسمی وارد شهر ساحلی جده در غرب عربستان سعودی شد و مورد استقبال محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولی عهد سعودی قرار گرفت خبرگزاری رسمی عربستان واس گزارش داد شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به همراه ماجد ابن عبدالله قصبی وزیر بازرگانی عراق در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز شهر جده از نخست وزیر عراق و همراهان وی استقبال کرده و به آنها خوش آمد گفت. این در حالی است که خبرگزاری عراقی و پیشتر به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داده بود که کازمی در چارچوب رایزنی های اخیر میان تهران و ریاض در بغداد به زودی به عربستان و ایران سفر خواهد کرد و در جریان این سفرها نیز پرونده های زیادی از جمله روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض را مورد بررسی قرار خواهد داد. نخست وزیر عراق در حالی راهی جده شده که قرار است 16 همه جولای آینده نیز در همین شهر در یک نشست بین المللی با حضور سران عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان و بحرین به عنوان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن شرکت کند. در همین حال نیز رسانه های خبری عراق از برخی منابع دولتی نقل کردند در همین حال نیز رسانه خبری عراق از برخی منابع دولتی نقل کردند که کازمی در جریان سفر اخیر خود به ایران ضمن تشریح و توجیه موضع بغداد در رابطه با شرکت در کنفرانس جده و دیدار با بایدن در حاشیه آن تأکید خواهد کرد که کشورش با هدف تقویت روابط بین المللی و بررسی پرونده های اقتصادی و سرمایه گذاری در این کنفرانس شرکت می کند و جزو هیچ اعتلاف و محوری علیه ایران و هیچ یک از محورهای بین المللی علیه محور دیگری نخواهد بود. با این حال شبکه خبری المیادین به نقل از برخی منابع عراقی گزارش داد سفر نخست وزیر این کشور به ایران و عربستان با برنامه و هدف مشخصی و در راستای از سرگیری روابط دو کشور صورت می گیرد. در حالی که در جریان آن به مسائل داخلی عراق پرداخت نخواهد شد این منابع ضمن تاکید بر اینکه کازمی در دیدارهای خود در جریان سفر به جده و تهران به پرونده های مهم و متعددی در رابطه با میانجیگری بغداد برای از سرگیری روابط دیپلماتیک عربستان و ایران خواهد پرداخت خاطر نشان کردن که این دیدارها پیامدهای مثبتی برای عراق به ویژه در زمینه تقویت شراکت و همکاری منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت. علی اکبری اخبار شیه گفتنی تنش میان ایران و عربستان ابتدا با اعدام آیت الله شیخ نمر باقر نمر روحانی شیعی عربستان توسط حکومت ریاض شعله ور شد و سپس با حمله معترضان خشمگین ایرانی به دو نمایندگی دیپلماتیک عربستان در ایران که در واکنش به اعدام این روحانی صورت گرفته بود به اوج خود رسید <applause>